نظام سلطه اساساً ضد آزادی و عدالته. ضد عدالته که خوب ملاحظه میکنید در خود آمریکا مردم از گرسنگی کنار خیابان میمیرن. بخش عمده ثروت این کشورها متعلق به یه جمع بسیار محدودی است. ضد آزادی است. مهمترین نوع آزادی ملت‌ها آزادی عمومی کشور است، یعنی استقلال. نظام سلطه ضد این آزادی است. اسلام پرچمدار عدالت و آزادی است. خب پس بنابراین مواجهه و مقابله به طور قهری وجود داره. اسلام در هر نقطه‌ای باشه، در هر قالبی بروز بکنه، نظام سلطه با او مخالف است، به خاطر این جهتی که گفتم. منتها وقتی که اسلام در قالب یک نظام سیاسی مثل جمهوری اسلامی، دشمنی اونا میشه صد برابر. جمهوری اسلامی یک نظام سیاسی مستقر، مستحکم، دارای عرض و طول، دارای همه دستگاه‌های لازم، دارای قدرت بیان، دارای قدرت تأثیرگذاری، دارای قدرت حضور و نفوذ در همه نقاط عالم. 80 میلیون، 80 و چند میلیون جمعیت رو داره اداره میکنه. با این نظام اون وقتی که دشمنیشون دشمنی فوق‌العاده است. هر کاری که آمریکا و نظام سلطه همراه با آمریکا علیه ایران توانستن انجام بدن، انجام دادن. هر کاری نکردن چون نمیشده بکنن. این درخت عظیم روز به روز اقتدار پیدا کرده، این بنای مستحکم هر روز مستحکمتر از گذشته خودشو به رخ دشمن میکشه. Thank you.